سرخط خبرها. پایان نشست بین افغانی در دوحه. حاضر نیستن به بحث آتش بس وارد چگونگی گفتار حتی در زمان مذاکره شده. ریاست جمهوری از گنجانیده نشدن آزادی رسانه ها در قطعنامه این نشست انتقاد کرده است. جان باختن 7 عضو یک خانواده در حمله هوایی نیروهای امنیتی در بغلان. معترضان با حمله پیکر قربانیان شاهرای کابل شمال را بستند. دوی تا بازیدن 15 شخص برای دوی نمیده کورنور بچند. نیمه نفوس افغانستان متاثر از جنگ. 17 million people live in areas highly affected by conflict. 2019 سال پرچالش برای افغانستان. بیننده خبر داده از یک با من نصرت منصور است. مشروع خبرها. اشتراک کنندگان نشست بین افغانی در دوحه با پخش قطعنامه به نشستشان پایان دادند. اما در این قطعنامه طالبان با درج عبارت تضمین امنیت رسانه ها و پشتیبانی از حقوق زنان در چارچوب میثاق‌های جهانی موافقت نکردند. در این قطعنامه گرچه نام از حکومت افغانستان برده نشده، اما تاکید شده که راه رسیدن به صلح گفتگوهای همشمول افغانی است. کنار گذاشتن زبان تهدید، جنگ طلبانه و انتقام جویی، تلاش برای به صفر رساندن تلفات افراد ملکی، تضمین امنیت مکانهای آموزشی، بیمارستانها، مکانهای مقدس و دیگر تأسیسات عامه نیز دیگر نکته های برجسته این قطعنامه است. ریاست جمهوری از گنجانیده نشدن آزادی رسانه ها در قطعنامه این نشست انتقاد کرده است. رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که در این نشست اشتراک کرده میگوید طالبان حاضر نشدند که روی آتش بس، فعالیت گروه های حرس افغان در افغانستان و نیز جزئیات حقوق شهروندی و حقوق زنان گفتگو کنند. نشست بین افغانی دوحه سرانجام پس از 2 روز چانه‌زنی میان هیئت افغانستان و طالبان نیمه های شب گذشته با صدور قطعنامه 8 ماده‌ای پایان یافت. شرکت کنندگان این نشست دست کم 13 ساعت سرگرم تهیه و نهایی سازی قطعنامه پایانی بودند. دو طرف از چگونگی درج عنوان طالبان در این قطعنامه گرفته تا بحث آتش بس و آغاز گفتگوهای رو در رو، خروج نیروهای خارجی، تامین امنیت نهادهای عمومی با هم اختلاف داشتند. با هم در قطعنامه پایانی گرچند اشاره به حکومت افغانستان نشده، اما تاکید شده که تحقق صلح پایدار در نتیجه گفتگوهای همشمول افغانی ممکن است. در این قطعنامه همچنین تاکید شده که دو طرف باید زبان تهدید و انتقام جویی را کنار بگذارند و از ادبیات ملایم کار بگیرند. آزادی زندانیان معلول، معیوب و کهنسال، تلاش برای تقلیل تلفات افراد ملکی به صفر و تضمین امنیت تأسیسات خدمات عمومی از دیگر موردهای مهم این قطعنامه به شمار می‌روند. د سپینزرو معیوب او ناروغ و بندیان بی قید او شرط خوشی کول با د هیواد په ټولو سیمو کې د امن ومن په بنسټونو لکه د دینی او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونه او کارځایونو د امنیت تضمین. جیم په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی. در مسوده ابتدایی این قطعنامه که به دست تلویزیون یک رسیده، تأمین امنیت رسانه ها نیز با عنوان تأسیسات خدمات عمومی و محل کار گنجانده شده بود. اما ظاهراً طالبان تضمین امنیت رسانه ها را از نسخه نهایی قطعنامه حذف کردند. بر اساس ماده 24 و 34 قانون اساسی، آزادی حق طبیعی و اساسی شهروندان افغانستان است و از تعرض مسئول می باشد. بنابراین سیانت و حراست از آزادی های شهروندی و آزادی بیان از مکلفات های دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و هست. در مسوده ابتدایی قطعنامه پشتیبانی از حقوق زنان در چهارچوب میثاق های جهانی و رفع نگرانی زنان از بازگشت به شرایط تبعیض، محرومیت و سرکوب درج شده بود که ظاهرا مورد پسند طالبان قرار نگرفته و از نسخه نهایی حذف شده است.
تامین حقوق زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی در چارچوب ارزش‌های اسلامی. در مورد حقوق زنان و حقوق شهروندی برشان سخت بود و نمی‌خواستند و نک تا آخر موافقه نکردند که کلمه میثاق‌های بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی افغانستان بهش اشاره شد. اشتراک کنندگان این نشست همچنین از سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه می خواهند این قطعنامه را تایید و از آن پشتیبانی کنند. تایید توافقات صلح افغانستان در یک کنفرانس بین المللی. ها، اخذ ضمانت مبنی بر عدم مداخله کشورهای منطقه و سایر کشورها در امور افغانستان در یک کنفرانس بین المللی. رئیس کمیسیون مستقله اصلاحات اداری و خدمات ملکی اما میگوید طالبان در این نشست حاضر نشدند روی آتش بس فعالیت گروه های هراس افغان در افغانستان گفتگو کنند. طالبان تا انوز به هیچ عنوان حاضر نیستند به بحث آتش بس وارد چگونگی گفتار حتی در زمان مذاکره شوند. تا انوز برایشان سخت است که در مورد گروه های تروریستی جنگنده و افغانستان که حضور دارند اونا را با کلمات واضح و درست در مورد صحبت کنند. زلمه خلیزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در توییت از اینکه افغان‌ها در نشست دوحه به نقاط مشترک دست یافتند و روی آنها توافق کردند تبریک گفته است. ماجد القحطانی نماینده ویژه وزیر خارجه قطر در مبارزه با هراس افغانی میگوید گام نخستین برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان در سومین نشست بین افغانی در قطر برداشته شده و نیاز است تا تلاش‌ها در این زمینه ادامه پیدا کند. آقای حامد صبوری استاد دانشگاه اینجا در استودیو با من هستند و در مورد نشست بین افغانی دوحه بیشتر بحث خواهد کردیم. آقای صبوری، نخستین پرسش این است که چگونه ارزیابی کردین این نشست؟ چقدر یک نشست مثبت بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین یک نشست بسیار تعارفی بود، فقط با یک تفاوت بزرگی که بر بار اول نماینده طالبان در قطر با یک تعداد از نماینده دولت افغانستان به شکل غیر رسمی، نه به نمایندگی از دولت بلکه به شکل غیر رسمی در اوجه رفته بودن، اونا صحبت رو در روی داشتن برای درست و در آخر ازی بالاخره یک سلسله میبینیم که یک تمایلات واضح شد که حداقل موقف طالبان در بعض مسائل یک تغییر مثبت دیده میشه، ولی به چیزی که این البته بخش مثبتش است، ولی به یک بخش دیگه از این است که یک رقمی که اول اشاره کردم یک بحث یک تعارفی بود، نه ای که کدام مذاکره رسمی بین نماینده مردم افغانستان و طالبا به شکل کلی. بنابراین یک قدم مثبت میتونه ای باشه، در آینده میتونه راکش های بعض های جدی در چوکات مذاکره در جانب بین نماینده دولت مردم افغانستان در مجموع دولت و طالبا میتونه باشه و همچنان بعض توافقات نسبی که به شکل یک اعلامیه به شکل اعلامیه پخش شد که نشان میده که اگر واقعا عملی شود، خصوصا کاهش تلفات افراد ملکی، عدم ادامه عملات در ساعاتی که عامل منفعه هستند، کاهش استفاده از ادبیاتی که میتونه بارد تنش بین دو طرف بیشتر بسازه، این چیزایی است که مثبت بود، چیزی که کمک میتونه با یک کم بحث هم ایجاد کرد. واژه تنها اسلامی بود، نه دولت اسلامی نه جمهوری اسلامی که در قطر هم چشته بود که یک موضوع است که میتونه پسان مورد بحث قرار بگیره بود. اما موارد هم است که میتونه نگرانی را بیشتر بسازه، از جمله گنجانیده نشدن آزادی رسانه ها در قطعنامه و مشخصا از سوی طالبان و بحث نکردن روی آتش بس. دو موارد است که نگرانی ایجاد میکنه که هنوزم طالبان به این مسائل باورمند نیستن و در آینده شاید مشکل ساز باشه. خب من فکر میکنم در یک بند از اعلامیه 8 ماده ای آمده که به تمام حقوقی که تا یعنی مشخصا گفته شده، حقوق سیاسی، حقوق نقشه
افراد و نقش نهاداره تا حد تذکر کرده و فکر میکنم بسیار مشخص اشاره نکرده و دوم موضوع آتش بس که است این موضوع است که من فکر میکنم یک موضوع رسمی است به این معنا که باید در چوکات یک مذاکره رسمی با نمایندای رسمی حکومت و مردم به شکل مذاکره مورد بحث قرار بگیره نه به شکل یک بحثی که بیشتر جنبه تعارفی داشت به نظر من بنان ما فکر میکنم اونا در این بحث در اون مرحله نبود که بالاخره موضوع آتش بس به شکل رسمی در یه صورت بگیره از امون خاطر ما فکر میکنم این بحث صورت نگرفت ما فکر میکنم سر از این بحث های شده با ایالات متحده امریکا ولی دلیلی که با وعیت که از کابل رفته بود صورت نگرفت به خاطر که اینا به شکل انفرادی رفته بودن نه به شکل یک کلکتیو که نمایندگی از تمام افغانستان بکنه و از حکومت هم در اون شکل بنان او شکل به او شکل وجود نداشت که بحث آتش بس رو مطرح شد آقای صبوری نگاهتان با توجه به همین نشست ها به صلح با طالبان خوشبینان است یعنی فکر میکنین که طالبان در یک موقعیت رسیدن که آماده میشن بر صلح کردن و سلاحشان را میگذارن به زمین و جنگ را پایان میدن؟ خب من فکر میکنم یکی از آخرین چانس هاییست که در مجموع هم طالبا داره و هم مردم افغانستان داره اگر ما بخواهیم که به یک صلح برسیم صلحی که بتانه مثلا امنیت و ثبات در افغانستان بیاره ایالات متحده امریکا بعد از 18 سال بالاخره اساسا و جامعه جهانی اساسا خسته شده از جنگی که در افغانستان بوده مردم افغانستان با تمام مانا از جنگ خسته شدن جنگ افغانستان اقتصاد منطقه را و همچنان اقتصاد افغانستان را بسیار مشکلات مواجه ساخته موضوع تروریسم به هیچ وجه به او شکلی که بود حل نشد بنان و طالبا هم اگر از چیزهایی که اونا خودشان در بحث های شخصی و در کنفرانس در بحث دو روزه با نمایندای افغانستان با یک تعدادش مطرح کردن هم در منظر عام و هم در به شکل انفرادی بسیار به وضاحت مثلا یک تعداد گفتن که تا یک حد زیاد اینا هم از وضعیت کنونی خسته هستن به خاطر که یعنی جنگ 18 ساله بر از اینا هم مشکلات بسیار زیاد را ایجاد کرده هم از لحاظ شخصی و هم از لحاظ سیاسی بنان یک نوع آمادگی کلی در مجموع در طرف تمام جناح‌ها وجود داره و میره باعث یک قدم مثبت میبینم ولی تا زمانی که بازم تاکید میکنم تا زمانی که ما داخل مذاکره رسمی با گروه طالبان نشیم این خوشبینی ها میتونه تغییر کنه ولی چیزی که بازم میخوایم تاکید کنم ایست که تا یک حد جدیت در مجموع وجود داره و خدا کنه که می جدیت بش در ماه های آینده دوام پیدا کنه من بخش جدی بودن ایالات متحده امریکا تا یک حد نرمش را که حکومت افغانستان هم نشان داده و میخواین که بحثا به شکل جدی و مذاکره مطرح شود این خود از این یک خوشبینی است که میتونه به او دل بست و بگویم که امکان از این وجود داره که ما به یک نتیجه ممکن آینده نزدیک برسیم مورد دیگر این است که نگرش یک عده از سیاسون امین است که مداخله کشورها و پادرمیانی کشورهای متعدد باعث خواهد شد که این روند تا یکی سهلتر شد و پیچیده تر خواهد شد اما هرچند این نگاه از سوی حکومت افغانستان نیست و حکومت افغانستان بار گفته که ما تمام کشورها را عقب میتیم که برای صلح افغانستان گام های مثبت بردارن نگاه شما به این مسئله چگونه است؟ این موضوع افغانستان قسمی است که یعنی یک طرف هیچ وقت وجود نداشته به این معنا که یعنی همیشه فقط طالبان نبوده که در قضیه افغانستان دخیل بوده بلکه حمایت کشورهای منطقه بوده یک کلانترین عامل بی‌ثباتی در افغانستان فقط یک گروه نبود بلکه حمایت مالی حمایت استخباراتی حمایت نظامی نه تنها یک کشور مشخص بلکه کشورهای دیگه در منطقه بودن که مثلا دی دخیل بودن نظر به منافع اینا که در منطقه در خطر واقع شدن بنان آوردن کشورهای منطقه و موافقه از اینا تا بتانه که در آینده باز همچو گروه ها در منطقه ظهور نکنه و باز دوباره از یک صلح نسبی اگه در افغانستان می و او را دوباره به خطر مواجه نسازد بنان به خاطر از یک نوع اجماع منطقوی در بین کشورهای منطقه که منافع کلان در منطقه دارن و افغانستان جز از منافع منطقویشان است اگر به وجود نبیاید بنان
این میتونه سال اگر یک چیز ما به او برسیم هم یک چیز یک پروسه میتونه بگویم یک کامیابی موقت میتونه برای تمام طرف ها باشه نه یک کامیابی دائمی. اونان میتونه که دوباره یک گروه دیگه یک جنای دیگه به تحت یک عنوان دیگه پیدا شه و بالاخره دوباره در منطقه را به مشکل بی‌ثبات بسازه. بسیار مورد مهم اشاره کردین، این دقیقاً ربط میگیره به بستر اجتماعی افراطیت و جنگ در افغانستان. در صورتی که طالبان صلح کنه چقدر فکر میکنین که آرام آرام بستر افراطیت میتونه با صلح طالبان چیده شه؟ به دلیل اینکه هنوز یک نگاه این است که وضعیت اقتصادی و سیاسی در افغانستان به حد خراب است که دوباره گروه های همونطور که شما گفتین افراطی و گروه های تندروی که می جنگن دوباره میتونه زود سر بلند کنه. نگاه شما به این مسئله چگونه است؟ اگر یک گروه کلانه که یعنی اکثریت کسایی که فعلا می جنگن بیشتر وابسته به گروه طالبان هستن، اگر اینا قسم شبه که اینا از جنگ دست از جنگ بردارن و بالاخره موضوع سل دیجه مطرح شد، ما فکر میکنم تا یک حد زیاد مشکل افراطیت حل میشه، به خاطر از اینکه دیگر برای کسایی که در مدارس مثلا پاکستان و در جای دیگه میرن و در اوجه بیشتر به موضوعات افراطی آشنایی پیدا میکنن، اونا دیگه امو زمینه بر از اینا دیگه آماده نمیشه، به خاطر که اگر ما به صلح برسیم به این معنی است کشورهای مثل پاکستان و کشورهای دیگه در منطقه مثل ایران و اینا بالاخره تا یک حد مجبور میشن که دیگه اینمی توافقنامه یا صلح که در اینجا نسبی که به اینجا وجود میاد ایره تا یک حد حمایت کنن، به خاطر که منافع خود از اینا مورد ایجا وجود می داشته. یعنی در قدم نخست اگر این سال صورت می گیره اولین چیزی که میشه در پالوی از این که ثبات در منطقه عرض وجود می کنه در پالوی از او دیگه اما توسل به افراطیت و افراطگرایی دیگر وسیله رسیدن به سیاست خارجی بعضی کشورها نمیشه. بنابراین آساسا باز شاید از این خود بگیم که شاید مثلا کمتر شد و آساستا یعنی خطرش در منطقه به کلی از بین بره، ولی ای باز کم بیشتر بستگی به کشورهای دیگه داره که چقدر مثلا روابط سیاسی ایران با عربستان سعودی خوبتر میشه، به خاطر که یکی از معضل کلان که ما در منطقه و در موضوع افراطیت داریم بیشتر بستگی به دو کشور کلان در منطقه ما داره که ایران به عربستان است. اگر روابط از اونها خوبتر شد میشه با بین افراطیت میتونه که در منطقه به کلی مشکلش تا حد حل شود. ممنون حضورتان آقای صبوری. سرپرست وزارت امور خارجه میگوید که توافق صلح باید برای همه شهروندان پذیرفتنی باشد. به باور صلاح الدین ربانی توافق صلح زمان پذیرفتنی و متضمن صلح پایدار خواهد بود که ارزش های انسانی، مردم سالاری و حقوق شهروندی در آن در نظر گرفته شود. سرپرست وزارت امور خارجه همچنین تاکید دارد که این وزارت مطابق به قانون صلاحیت هایش را اعمال خواهد کرد و در عین حال متعهد به آوردن اصلاحات است. این در حال است که پیشتر رئیس جمهوری در فرمان بگونه صلاحیت های این نهاد در استخدام کارمندانش در خارج از کشور را محدود کرده و آن را به ریاست عمومی دفتر رئیس جمهوری واگذار کرده بود. 23مین دور جشن دانش آموختگی دیپلمات های وزارت امور خارجه. در این دور 97 تن اصول سیاسی و دیپلماسی را آموختند. هرچند دستگاه دیپلماسی کشور در روند صلح نقش محوری ندارد، اما بحث اصلی این مراسم است. سرپرست وزارت امور خارجه ما تأکید دارد که توافق صلح باید در برگیرنده ارزش‌های انسانی، مردم سالاری و حقوق شهروندی باشد. با باور او در غیر این صورت صلح پایدار در کار نخواهد بود. تنها صلح در کشور پایدار خواهد بود که ارزش‌های انسانی، نظام مردم سالار و حقوق اساسی شهروندان در آن محفوظ بوده و توافقی که صورت می‌گیرد تمثیل کننده خواست جمعی مردم افغانستان باشد. از سوی در روزهای پسین رئیس جمهوری در فرمان استخدام کارمندان نمایندگی های سیاسی وزارت امور خارجه و دیگر وزارت ها در بیرون از کشور را به منظوری ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری مشروط کرده بود. سرپرست وزارت امور خارجه ما تأکید دارد که این وزارت مطابق به قانون صلاحیت هایش را اعمال خواهد کرد، اما در این حال به آوردن اصلاحات متعهد است. وزارت امور خارجه متعهد به اصلاحات است
و در مطابقت با قانون به اعمال صلاحیت ها و وظایف خیش ادامه می دهد. همزمان با این، اینجا نشسته به خاطر بررسی چالش های پسا توافق صلح برگزار شده. شرکت کنندگان می گویند که صلح تنها ابعاد سیاسی و نظامی ندارد و به ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن نیز باید توجه شود. در نتیجه این تعاملات با پاکستان شاهد کاهش در سطح خشونت و بالاخره آغاز گفتگوی مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان باشه. موافقتنامه امضا نمیشه که آتش بس جزش نباشه. موافقتنامه بدون آتش بسش مفهوم نداره. در گارانتی صلح پایدار فکر میکنم نقش اقتصاد هم بسیار رول عمده داره. سامی برده مختلف صلح و تقسیم کردن می تعریف صلح که صلح اجتماعی، صلح سیاسی، صلح اقتصادی و صلحی که عدالت بیاره بر مردم افغانستان. صلح افغانستان این روزها دغدغه اصلی کشورهای دخیل در قضیه افغانستان است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد از قطر راهی چین شده و در بیجینگ با نمایندگان چین، پاکستان و ایران در پیوند به صلح افغانستان گفتگو می کند. هفت عضو یک خانواده در بغلان در پی حمله هوایی نیروهای امنیتی جان باختند. والی بغلان میگوید نیروهای امنیتی عملیات را در دند شهاب‌الدین راه‌اندازی کرده بودند که در کنار تلفات مخالفان مسلح دولت یک خانه مسکونی نیز تخریب شده و هفت عضو این خانواده به شمول کودکان و یک بانو در پی آن جان باختند. در خبرنامه آمده است که مقام‌های محلی بغلان به نهادهای امنیتی و کشفی دستور داده است تا با مشخص کردن علت وقوع این رویداد عاملان آن را شناسایی و مجازات کنند. در این حال شمار از باشندگان بغلان در اعتراض به این حمله هوایی و تلفات غیر نظامیان در آن شاهراه کابل شمال را در مربوطات پل خمری بستند. این معترضان که پیکرهای این هفت قربانی را حمله می کردند خواهان شناسایی عاملان این رویداد هستند. هفت نفر از اعضای فامیل در اثر حملات هوایی شهید شدند که به تمام خانواده های از اینا متصلیت عرض میکنم. در کنار از این به تعداد 10 نفر از تروریست های طالب که در نزدیکی از او خانه سنگر گرفته بودند و میخواستند به یکی از نقاط از پلیس یا اردو حمله بکنند، به یکی از بیس ها اونا هم از بین رفت. ادامه جنگ، خشکسالی شدید، گسترش فقر و افزایش شمار بی‌جا شدگان سبب بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان شده است. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از نیم نفوس افغانستان در بخش‌های زندگی می‌کنند که به شدت از جنگ متاثر شدند. این نهاد میگوید هرچند پیشرفت‌های در گفتگوهای سال به میان آمده، اما سال 2019 به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یک سال پرچالش برای افغانستان خواهد بود. از سوی هم راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد خواهان ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است. بانو راز از طالبان هم می‌خواهد که مانع فعالیت نهادهای مددرسان جهانی در افغانستان نشوند. نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشری در افغانستان. اینجا نشست درباره کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان در سازمان ملل متحد برگزار شده است. اورسولا مولر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد برای کمک‌های بشردوستانه، می‌گوید شمار کسانی که به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نیاز دارند نسبت به سال پار دو برابر شدند. می‌گوید در حال حاضر 6 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های حقوق بشری نیاز دارند. این مقام سازمان ملل متحد میگوید افغانستان بدترین سال‌های اخیر تجربه میکند. در 6 ماه اول سال جاری میلادی 150 هزار نفر به دلیل جنگ در افغانستان بی‌جا شدند. با آنکه گفتگوهای صلح جریان دارد و آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده، اما ما شاهد درگیری های مسلحانه در این کشور. ادامه تلفات غیر نظامیان یکی از نگرانی‌های جدی دیگر است که در اینجا مطرح می‌شود. سازمان ملل متحد می‌گوید که سال 900 کودک در افغانستان جان‌هایشان را از دست دادند. غیر نظامیان بیشترین قربانیان جنگ افغانستان هستند. نصف نفوذ افغان 17 میلیون در افغانستان در مناطق زندگی می کنند که از جنگ متاثر شدند. بیش از 3800 نفر به شمول 927 کودک
شدند و روند کشتار غیر نظامیان در سال 2019 همچنان ادامه دارد. بر اساس یافته های اداره 14 جنگ هنوز شهروندان افغانستان از اساسی ترین حقوقشان که امنیت و مسئولیت می باشند برخوردار نیستند. این مقام سازمان ملل متحد می افزاید 70% از شهروندان افغانستان زمان به سوی کار می روند خود را مسئول احساس نمی کنند. این رقم البته در ولایت های اورزگان و هلمند به 95% و 92% می رسد. حتی در مکان های آموزشی و یا مرکز های بهداشتی. نبردهای سال پار سبب بسته شدن بیش از 1000 مکتب در افغانستان شده که در نتیجه آن 500,000 دانش آموز از رفتن به مکتب محروم شدند. این گزارش سال 2019 را به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای افغانستان پر از چالش خوانده است که در آن گروه های مخالف مسلح تلاش می کنند با هدف قرار دادن مکتب ها، مساجد و مرکز های رای دهی انتخابات را اخلاء کنند. در همین حال عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از طالبان می خواهد به کارمندان نهادهای مدد رسان احترام گذاشته و اجازه بدهند آنان به فعالیت‌های انسان دوستانه‌شان ادامه دهند. در حال حاضر دو سازمان مدد رسان بین المللی در لیست سیاه طالبان قرار دارند. یکی سازمان صلیب سرخ جهانی و دیگری سازمان جهانی بهداشت. نیاز است که این دو سازمان از لیست سیاه طالبان حذف شوند و این گروه هم به کارمندان این دو نهاد جهانی اجازه فعالیت بدهد. همچنان سازمان ملل هرچند از پیشرفت‌ها در گفتگوهای صلح خبر می‌دهد، اما می‌گوید که سازمان ملل متحد به کمک‌هایش در افغانستان متعهد است و تلاش می‌کند که انسان‌های نیازمند را در این کشور کمک کند. در ادامه خبرها، آمادگی وزارت مالیه برای پرداخت دست کم 60% بودجه انتخابات ریاست جمهوری، آغاز روند توزیع کمک به آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی در کشور، وزارت مالیه اعلام کرده که دست کم 60% بودجه انتخابات ریاست جمهوری را می‌پردازد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات از آنان خواستار بودجه 6.9 میلیارد افغانی شده و آنان این مبلغ را خواهند پرداخت. همزمان ریاست جمهوری می‌گوید که انتخابات خواست مردم افغانستان است و حکومت هم به سوی برگزاری یک انتخابات همشمول خواهد رفت. انتخابات ریاست جمهوری که در ششم میزان سال جاری برگزار خواهد شد به بودجه هنگفت نیاز دارد. چند روز پیش یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات به تلویزیون یک گفت که جامعه جهانی تعهد پرداخت تنها 40% بودجه انتخابات را کرده است. حالا وزارت مالیه میگوید 60% دیگر این بودجه از سوی این وزارت تأمین خواهد شد. سخنگوی این وزارت میگوید کمیسیون مستقل انتخابات از آنان خواستار 6.9 میلیارد افغانی شده و این وزارت توان پرداخت این مقدار پول را دارد. ما متعهد هستیم که بودجه انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان را برآورده کنیم. الحمدلله قسمی که پیشتر گفتیم، ما امسال 12 میلیارد افغانی از آنچه که پیش بینی کرده بودیم زیاد عواید به دست آوردیم. پس ما در تمویل 6.9 میلیارد افغانی که از ما خواست شده با هیچ گونه مشکل بودجوی روبرو نیستیم. از سوی ریاست جمهوری میگوید تنها متضمن مشروعیت حکومت انتخابات است و حکومت نیز نقش خود را در برگزاری انتخابات همشمول ادا خواهد کرد. تقویم انتخاباتی آماده است و واضح است و ما به طرف انتخابات می رویم. بنابراین برای داشتن یک کشور دموکراتیک و انتقال مشروعیت حقوقی و سیاسی باید انتخابات عمومی و سرتاسری برگزار شود. شماری از عضوهای مجلس نمایندگان اما نگران دخالت‌ها در کار کمیسیون مستقل انتخابات هستند. وقتی حکومت دسترسی به منابع داره و عملاً توان نفوذ روی کمیسیون داره، این خودش مشروعیت انتخابات آینده را زیر سوال می‌بره. همیشه مردم افغانستان اعتمادش از بالای کمیسیونی انتخابات بر کمیسیون انتخابات اعتمادی درست اعتماد نداره که اینا به شکل شفافیت و درست با مشکل عادلانه اینا انتخابات برگزار بکنند.
در نشست امروز کمیسیون تدارکات ملی بر رهبری رئیس جمهور غنی از میان 14 مورد تدارکاتی که منظور شده است، یکی خریداری موترهای زرهی به نامزدان ریاست جمهوری است. در قسمت انتخابات هیچ نوع شک و شبهه وجود نداشته باشد. این وظیفه ملی ماست، این واجبه قانونی ماست و تعهد اخلاقی ماست. بنابراین هدایت واضح ما و خواهش ما از تمام همکارایی است که هر نوع کمک را که ضرور باشه بر اجرای انتخابات شفاف و مشمول و در زمان تعیین شده انجام بدیم. با وجود تمام اینها، مردم در مورد انتخابات ریاست جمهوری دو نگرانی دارند. یکی این که اگر گفتگوهای جاری در پیوند به صلح پیش از برگزاری این روند ملی نتیجه دهد، سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد شد؟ دوم این که اگر تلاش های صلح نتیجه هم ندهد، آیا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به حکومت منتخب دیگر خواهد کشان و یا چنان که مقام های ارشد حکومتی می گویند به بحران؟ آقای شمروزخان مسجدی، رئیس ارتباطات عامه و سخنگوی وزارت مالی افغانستان، هم اینجا در استودیو با من هستند و در مورد پرداخت بودجه انتخابات ریاست جمهوری بحث خواهد کردیم. آقای مسجدی، بسیار تشکر که وقت گذاشتید. نخستین پرسش این است که وزارت مالی اعلام آمادگی کرد، اما واقعا شما پول دارین که بپردازین بر انتخابات؟ و او هم نگرانی کلانه که انتخابات ریاست جمهوری پول بسیار زیاد نیاز داره. تشکر میکنم. سلام به خودت، سلام به بیننده محترم. از لحاظ بودجوی ما هیچ مشکل نداریم، الحمدلله. در رمی 6 ماه فعلی ما 14 میلیارد افغانی اضافه تر جمع آوری کردیم که قبلا پیش بینیش نکرده بودیم. پس نه تنها پول که 6.9 میلیارد کمیسون از افغانستان، از حکومت افغانستان خواسته ایره، بلکه حتی خدای نخواسته در حالت استثنایی تمام بودجه را هم پرداخت کرده میتونیم. پس به مؤسس پالیسی حکومت، به اساس لزوم دود مقام عالی، انتخابات یک واجبه ملی است. حکومت به اساس قانون مکلف است که پول انتخابات پرداخت کنه. کل بودجه انتخابات 11.3 میلیارد افغانی است و ما الحمدلله 14 میلیارد اضافه تر از آنچه که توقع کردیم امسال به دست آوردیم. این 14 میلیارد چگونه امسال جمع آوری شده؟ آیا ما همی 14 میلیارد را در گذشته هم داشتیم یا حالا زمینه سازی شده که ما 14 میلیارد بیشتر جمع آوری میکنیم؟ به حساب ما باید با شما هم موافقه کنم که جایش بوده و به یک حساب نوآوری هم شده. به این موافقه هم رای خودت میکنیم که ما مبارزه با فساد جدی گرفتیم، سیستم های خود، پروسه های خود ساده ساختیم، صادرات ما بالا رفت، سطح همو بستر اقتصادی بالا رفت، پس مالیات خوبتر جمع کردیم، هماهنگی با سکتور خصوصی خوبتر شد، تعرفه ها درستتر تطبیق شد، باعث ازی شد که تنادار گمرک ما نظر به 6 ماه اول سال گذشته 4 میلیارد افغانی اضافه به دست بیاریم. پول که مثلا در اواید در از وزارت های مختلف مثل وزارت ترانسپورت، مثل وزارت زراعت، مثل وزارت های دیگه که خدمات را میکنن و فیس اخذ میکنن، هماهنگی با اونا خوبتر شد، اونا هم در بخش خود مبارزه را جدی ساختن. پس ای باعث ازی شد که ما اواید بیشتر را به دست بیاریم. در مورد زمینه سازی جدید باید بگم که مثال ما تانستیم با دی افغانستان بانک هم خوب کار کنیم، از منابع عایداتی اونا هم مالیات که باید به از فعالیت های خود و یا اواید که از کارکرد های خود به دست می آوردن او را هم به خزانه دولت پرداخت کردن که هنوز هم ما پول با اونا داریم که باید بگیریم. پس هم فرصت های جدید بود و هم گنجایشش بود که ما باید خوب تر کار میکردیم و پول جمع میکردیم. یک مورد آقای مسجدی باید روش صحبت شود، به دلیل اینکه در گذشته وقت چه خارجی ها و چه حکومت افغانستان سهیم بودند در بودجه انتخابات و او را پرداخت کردند، بسیار انتقاد متوجه شیوه مصرف بودجه انتخابات بوده که به درستی مصرف نشده، فساد وجود داشته و ده ها چالش دیگر. حالا شما میتونید میکانیزم وجود داره که بودجه را که در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار بتین از او حسابم بگیرین که چی در کجا مصرف شده؟ خب من فکر میکنم از لحاظ قانون کمیسیون محترم موظف به ای هستن که در برابر هر پول که مصرف میکنن شفاف و با اسناد و سند باشن.
ای که چگونه و به اساس چی مکانیزم اینا مصرفش میکنه، این کار کمیسیون مستقل است، با او ما کار نداریم. ولی وزارت مالیه پول را که پرداخت میکنه به نمایندگی حکومت، به نمایندگی ملت، باید در برابر پول برش سند ارائه شود که پول به کجا و چگونه مصرف میشه. اما جزئیات بیشترش خود کمیسیون داده میتونه. ولی یک چیزی که هم جامعه جهانی، هم مردم ما، هم حکومت ما متحد به او است، ای است که آهسته آهسته ما به حالت میرسیم که انتخابات باید از بودجه افغانستان تمویل شود، که همین حال آن به می تقسیمی که شده بیشتر از 60% بودجه را حکومت افغانستان پرداخت میکنه. پس ما پول زیاد نداریم، پول گزاف نداریم، هیچ فاصله برای مصرف بیجا نداریم. پس باید در مصرف ازی به مو اندازه دقت صورت بگیره که باید صورت بگیره، و توقع ما همه است که کمیسیون محترم پول را که میگیره در جایش به طور درستی و به شفاف مصرف. چقدر فکر میکنین که جدا از کمیسیون انتخابات، شما از مصرف بی جا یاد کردین، یک چیزی که در گذشته در ساختار حکومت بسیار زیاد وجود داشته، شاید ما در گذشته هم روی موارد با شما بحث کرده باشم، که در ادارات دولتی افغانستان پول به جای از اینکه به درد مردم بخوره در آدرس درست مصرف شود، مصرف تجملات و چیزهایی شده که اصلا یک سال بعد یا دو سال بعد اون مورد استفاده هم نبوده در اموی اداره. جلو اینا چقدر گرفته شده؟ من فکر میکنم ما در مو لحظه ای هستیم که دیگه جای به ولخرچی نمونده. پول به او اندازه نه خارجی ها میته و نه از منابع عوایداتی داخلی داریم که ما سر تجملات و رنگ و مبل و اینا بزنیم. در سال گذشته هم تجربه ما ایران نشان داد که ما در این مسئله خوبتر شدیم و امسال از او خوبتر شدیم. بودجه عادی ما نظر به سال گذشته 3% کم مصرف شده، و این به این معنی است که ما در مصرف بودجه عادی سخت گیری میکنیم. گرفت مبل فرنیچر به یکی از مشکل ترین گرفت های حکومت تبدیل شده. یعنی به بسیار آسانی نمیتونی که تو در حکومت به دفتر از وزارت مالیه پول به خاطر مبل و فرنیچر بگیری، و بسیار آسانی نمیتونی که به حساب رنگ مالی کنی و موتر تجملی بخری. خب این هم ضرورت است که باید این هم متوجه باشیم که مراقبت ساختمان ها نیاز است، جدی است. مثلا در صورتی که ضرورت باشه دفاتر ایجاد میشه مبل و فرنیچر، ولی با او هم تاکید وزارت مالیه ای است که مبل و فرنیچر وارداتی برای حکومت افغانستان به اساس پالیسی هم خوب نیست. ما تولیدات داخلی داریم، تولیدات با کیفیت به مراتب ارزانتر از آنچه که وارد میشه، و کیفیت نسبتا اگر خراب، اگر بهتر نیست، خراب هم نیست. پس اگر ضرورت هم میشه باید از چیزی بگیریم که هم از لحاظ اقتصادی پس پولش پیش ما باشه و هم از لحاظ قیمت برای حکومت گران تمام نشه. یک چیزی را که من با امرای شما هم شریک میسازم و قبلا هم شریک ساختیم، که تفاوت باید به این باشه که بسیاری اوقات مردم میره فکر میکنه که از بودجه انکشافی زمانی که وزارت ها نتونن مصرف کنن باز دست به این میزنن که مبل بخر و رنگ مالی بکن و موتر بخر تا پول مصرفش بالا بره. هیچ امکان نداره که از بودجه انکشافی روی چنین موارد مصرف شه. اگر مصرف هم میشن احیانا بتونن این مصرف انجام بدن، باید از بودجه عادی انجام بدن. پس بودجه عادی و انکشافی را تفکیکش دمی است که انکشافی بخط با چیزای نو جدیده که باعث رشد و انکشاف مملکت میشه مصرف شو، نه بالای چیزی که تو در دفتر ده. اگر از او چیز هم ضرورت میشه و واقعا نیاز است، باید از بودجه عادی مصرف شو. و من مردم خود اطمینان میتونم که وزارت مالیه به هیچ صورت از پروژه انکشافی پول به خاطر تجملات به مصرف نمیرسن و نمیکنن. 14 میلیارد که جمع‌آوری شده، شما این 14 میلیارد را جدا از بحث انتخابات چی میکنین؟ خب ما فعلا در وسط سال قرار داریم، بررسی های بودجه انجام میشه، شاید در یک هفته آینده به کابینه و به پارلمان برم. بعضی از مواردی هستند که ما پیش بینی از او را نمیتونستیم. مثلا انتخابات هیچ کس فکر نمیکرد که 9 میلیارد ازیرا یا 6 میلیارد ازیرا شاید حکومت بده. فکری بود که مردم نهادهای بین المللی پرداخت خواهد کرد. جرگه مشورتی صلح هیچ کس فکر نمیکرد که بیاید، و ما در بودجه برش چیزی نگنجانیده بودیم، ولی بالاتر از 350 میلیون مصرف برد. پولی را که ما جمع آوری میکنیم، اخیر روز هدف ما در کلی است که اکثریت مطلق ازیره در بودجه انکشافی بگنجانیم.
به پروژه های سرک و مکتب و بند و زراعت به اینا مصرف کنیم. به هیچ صورت هدف ما این نیست که ما ببریم به بودجه عادی انتقالش بدیم. مثلا 15 روزه ایدانی حکم مقام عالی ریاست جمهوری ما این پول نیاز داره، در حدود 1.72 میلیارد افغانی نیاز داره. پس اینمی پول است که ما را یک نفس تازه میده در جاهایی که دست ما بند بود. مثلا اگر ما این پول نمی داشتیم، به خاطر انتخابات ما مجبور می شدیم که چندین پروژه انکشافی را بسته کنیم تا انتخابات انجام بدیم، ولی عالی برای ما یک نفس تازه داد تا به اطمینان کامل از لحاظ بودجوی ما کمیسیون محترم اطمینان بدیم که ما در پرداخت پول مشکل نداریم، شما کارتون را پیش برید. بیاین یک مورد را بپرسم که حداقل این روزها بسیار داغ است در رسانه‌های اجتماعی که گویا حکومت افغانستان یک پول انگفت را در 100مین سال روز استقلال افغانستان مصرف میکنه. آیا دقیق است شما یک پول گزاف را در یک چنین شرایطی که وضعیت اقتصادی زیاد خوب نیست مصرف میکنه؟ خب هنوز رقم دقیق بودجهش بر ما نرسیده و چیزی که ما توقعش داریم اوی است که یک پول باشه که قابل قبول ملت و حکومت ما باشه. ولی به این هم باید اقرار کنیم که 100مین سالگرد استقلال افغانستان هر روز نمی آید. یک مسئله ملی است، مسئله ملت سازی است، مسئله افتخار است. هر وزارت از بودجه خود یک مقدار پول را به خاطر امو موارد 100مین سالگرد شاید به مصرف برسانه و در رأس تمام از این موارد اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری قرار داره که از کد مختص که به مقام عالی ریاست جمهوری و ادارات مربوطه ایش از کد 91 اکثریت مطلق از پول از این مصرف میشه. اما در کل توصیه وزارت مالیه، شخص خود وزارت مالیه مثلا، ما شاید در کلی از این روز از 50 یا 60 یا 1 لک افغانی زیاد مصرف نکنیم، چون ما فکر نمی کنیم که ما پول بسیار به نهایت زیاد را به خاطر مصرف از این مسئله داریم. ولی به سطح دولت بازی یک مسئله جداگانه میشه که مسئله تجلیل از روز ملی است، مسئله ملت سازی، مسئله افتخار است. و من فکر کنم در 100 سال یک بار چنین مصرف به سطح یک حکومت قابل قبول است. ممنون حضورتان آقای مسجدی. روند توزیع کمک به آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی امروز از شهر کابل آغاز شد. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی میگوید که این کمک ها شامل مواد غذایی و غیر غذایی می شود و در هر ولایت 700 نفر از آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی از آن بهره مند خواهند شد. آمارهای این وزارت نشان می دهد که از آغاز سال هجری خورشیدی تا حال بیش از 230 تن در پی این رویدادها جانهایشان را از دست دادن و نزدیک به 7500 خانه هم به گونه کلی تخریب شده است. آسیب دیدگانی که در سال 1398 در پی سیلاب، برفکوچ و زلزله خسارمند شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی برای 700 تن از این خسارت دیدگان کمک‌های غذایی و غیر غذایی فراهم می‌کند. همزمان با کابل امروز برای آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی در ولایت‌های بدخشان، بامیان، بادغیس و آرزگان نیز کمک‌های مشابه توزیع خواهد شد. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که از آغاز سال 1398 به این سو دست کم 230 تن در پی این رویدادها جان باخته و بیش از 150 تن دیگر هم زخمی شدند. بر اساس آمار این رویدادها نزدیک به 7500 خانه را هم به کلی ویران کرده است. دا پروگرام به نن رسمن دا اوس محل د کابل ولایت څخه پیل کیږي چې وسو کسانو ته بدلته لازم مرست کیږي، یعنی سل کورنۍ به دربر نسی چې ټول هیواد په کچه در ویزره 800 کسان به دربر نسی. شمار از این خانواده ها بستگانشان را در رویدادهای طبیعی از دست داده و شمار دیگر خانه هایشان به خاک یکسان شده است. از ما خپل شخص شده ولارین ما په شمول سره د نور کورون هم دغه ورانسوی تر کالو بستری و شان ټول تر خاور تر خټو لاندې سوی دي. که دو منزل خانه سر شاورم غلطید، شاور خدامرزیم خود شهید شد، دخترکم زخمی شد، خودم هم زخمی شدم. کومکا قدر مفاد نمیکنه، خسار از وام خانه شان آباد خیر ببینن. انتظار می رود که در 34 ولایت کشور بیش از 23 هزار تن از این کمک ها بهره مند شوند.
خانواده هایی که خسارت مالی دیدند برایشان مواد غذایی و غیر غذایی توزیع می شود و خانواده هایی که در رویدادهای طبیعی بستگانشان را از دست دادند از کمک نقدی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادها بهره مند خواهند شد. آقای احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اینجا در استودیو با من هستند و در مورد روند توزیع کمک های تازه این وزارت بیشتر بحث خواهد کردیم. آقای عظیمی بسیار تشکر که وقت گذاشتین. نخستین پرسش این است که در این وقت سال چرا تصمیم گرفته شده که کمک باید توزیع شود؟ بسیار تشکر. عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیز. اما قسمی که شما در جریان هستین، افغانستان یک کشور حادثه خیز و شدید در برابر حوادث طبیعی آسیب پذیر هستن. بنان هیچ فصلی نیست که ما در واقع در امان از حوادث طبیعی باشیم و مسئول باشیم. از او خاطر روند کمک های ما یا روند رسیدگی به حوادث طبیعی کار مقطعی ما نیست که ما مثلا در یک فصل رسیدگی بکنیم و به فصلهای دیگر نه. اما قسمی که شما در جریان قرار دارین، ما شاهد سیلاب‌های مدهش در ماه‌های اخیر بودیم که هم در ولایات جنوب، جنوب شرق، شمال، شمال شرق و ولایات مرکزی افغانستان که هموطنان ما را متضرر ساخته بودن به نحوی و تاکنون هم روند توزیع برای متضررین حوادث اخیر مخصوصا سیلاب‌ها مواد غذایی و غیر غذایی جریان داره. ما فقط خواستیم که امروز را یک مقدار متفاوت تر با روزهای دیگه انتخاب بکنیم برای توزیع. ما از این که در بعضی از ولایات ما روزانه 400 خانواده را مثلا اسکجول میکردیم که باید مواد برشان توزیع شود و در بعضی ولایات هم 5 خانواده، 10 خانواده ای را، بعضی ولایات 50-100، یعنی به گناه مختلف مورد پوشش قرار میدادیم. اما به دلیل از این که ما در آستانه تجلیل از 100 سال روز استرداد و استقلال کشور قرار داریم، از او خاطر خواستیم که هم برای متضررین رویدادهای اخیر طبیعی کمک بکنیم و در ضمنش به نحوی در واقع ارجگذاری از 100 سالگرد استرداد استقلال کشور صورت بگیره. از او خاطر ما هم برای هر ولایت کشور 100 خانواده متضرر را لیست کردیم، شامل جدول ساختیم که در هر روزی که کمک ها صورت میگیره برای 100 خانواده کمک صورت بگیره. یعنی آماری که ارائه شده 700 نفر از آسیب دیدگان در هر ولایت، درست است؟ بله دقیقا. آقای عظیمی بیاین این گونه هم بپرسم که چقدر تانستین در کل با آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان مخصوصا از فصلهای گذشته که بیشتر شما ازش یاد کردین رسیدگی بکنین و آمار را که حداقل شما داده بودین نزدیک به 7500 خانه ویران شده بود در رویدادهای طبیعی. با این کسانی که خانه هایشان را از دست داده چه کمک های صورت گرفته؟ دقیقا ما اگر به صورت کلی یک بار میزان آسیب پذیری و میزانی که چقدر مردم آسیب دیدن او را یادآور شوم، تنها ما از 11 اوت سال 97 لاکنون به 338 تن شهید آمار رسیده بود که داشتیم تا کنون که آماری که در دسترس ما قرار داره و بیشتر از 390 تن مجروح است. همچنان 17991 خانه به صورت کلی تخریب و بالای 20000 خانه به صورت قسمی تخریب است. همچنان بیشتر از 145 مکتب و بالای 41 مسجد تخریب کلی و قسمی شامل می شد. یعنی ما کمک هایی را که انجام دادیم به صورت کلی هم برای زخمی های رویداد و هم برای متضررین خانه های کلی و قسمی و هم برای شهدای ما مبلغ 11000 برای 11098 خانواده پول نقد توزیع شد که این پول نقد برای شهدای ما برای خانواده هر شهید مبلغ 50000 افغانی، برای خانواده هر مجروح مبلغ 25000 افغانی، برای خانهایی که به صورت کلی تخریب بودن 15000 افغانی و خانهایی که به صورت قسمی تخریب بودن 7500 افغانی توزیع کردیم و مواد غذایی به بیشتر از 52900 خانواده مواد غذایی توزیع کردیم تا اکنون. برای بیشتر از 28262 خانواده ما مواد غیر غذایی توزیع کردیم. اینی در واقع کمک هایی بوده که ما از 11 اوت سال 97 الی اکنون برش رسیدگی کردیم و من فکر میکنم که تمامی
خانوادهایی که در نقاط مختلف کشور به نحو متضرر از حوادث طبیعی بودن کمک ها صورت گرفتن و حالا که ما به 100 خانواده را معیار قرار دادیم در هر ولایتی که باید مطابق به تقسیم اوقات کمک ها صورت بگیره الا 25 سرطان، اینا خانواده هستند که مواد غذایی برشان اگر کمک شده مواد غیر غذایی نشده، اگر مواد غیر غذایی کمک شده پول نقد برشان کمک نشده، یعنی در واقع اما لیست سروی که صورت در از قبل صورت گرفته بود نهایی شده بود که پس از او باید روند توزیع آغاز می شد، در جریان توزیع بعضی از خانواده های ما که هنوز تثبیت نشده بودند اینا در واقع متضرر هستند یا هم میزان آسیب پذیریشان میزان متضرر بودنشان نسبت به سایر خانه‌هایی که به صورت کلی و قسمی تخریب بوده کمتر بودن، ما اونا را تازه تحت پوشش قرار دادیم که به هر ولایت کشور برای 700 تن به صورت مستقیم ما کمک رسانی میکنیم. ببین این گونه هم بپرسم، چون میزان آسیب پذیری گفتین زیاد است، باید یک برنامه کلان و دراز مدت هم وجود داشته باشه که شما برای سالهای بعد یا حداقل برای سال بعد و آسیب پذیری های بعدی آماده باشین. چقدر برنامه ریزی شده پیش میرین نسبت به گذشته؟ یک چیزی را که در تصویر حداقل ما داریم پیش خودی است که در گذشته زیاد هماهنگی وجود نداشته برای کمک رسانی. حالا وضعیت در وزارت مبارزه با حوادث نسبت به گذشته تغییر کرده و شما برنامه ریزی شده میتونین تحت پوشش قرار بدین نقاط مختلف کشور و مردم را؟ خوشبختانه در سالهای اخیر مخصوصا از زمانی که رهبری وزارت تغییر کرده کارهای ارزنده و قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته، از جمله که این کار در واقع از گذشته ها صورت گرفته بود ولی برای تقویتش تازه کار بیشتر صورت گرفت. حضور یا در واقع نهادی به نام کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث که در رأس از جلالت ما محترم رئیس به اجرایه قرار دارن با ما همکاری دارن و در واقع سکرتریت و همچنان ریاست دارالانشای این کمیسیون را جناب محترم وزیر صاحب ما به عهده دارن که در این کمیسیون 19 عضو کابینه عملا عضویت دارن. هر از گاهی ما شاهد حوادث طبیعی می باشیم یا هم غیر طبیعی و یا ای که نقاط آسیب پذیر را پیش بینی می کنیم مشخص می کنیم، پس از او ما با اعضای کمیسیون در میان می گذاریم تا به تفاهم برش رسیدگی بکنیم، چون وزارت انرژی و آب مثلا بودجه مشخص را در راستای تحکیم کاری و یا ای هم که 5 حوزه دریایی را باید کار بکنن مشخص بودجه دارن، وزارت انکشاف دهات هم در قرارداد بودجه مشخص برای وقایع یا هم در واقع پل و پلچک سازی دارن. ما کوشش میکنیم که این فعالیت ها را در هماهنگی انجام بدیم تا مناطق یا نقاط را که اونا تحت پوشش قرار میتن ما جایی که از در واقع از پوشش اونا بیرون هستن اونا را تحت پوشش قرار بدیم. این یک هماهنگی در واقع کامل و درستی را نشان میده که ما از آدرس کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث داریم و همچنان کاری را که وزارت دولت در مورد رسیدگی به حوادث در سالهای پسین انجام داد، از جمله رونمایی استراتژی ملی کاهش خطرپذیری حوادث که استراتژی 10 ساله است، هدف اساسی و کلی استراتژی در واقعی است که ما بتانیم تا 10 سال آینده قلمرو یا بالاخره کشور ما را مسئول از حوادث طبیعی بسازیم، یعنی یک جغرافیای مسئول از حوادث طبیعی داشته باشیم. حداقل ما در واقع این را مشخص باید بکنم که هیچ کشوری و هیچ قدرت توانمندی زیر نداره که میزان آسیب پذیری را صفر قرار بده، زیر صفر بیاره، ولی تلاش همین میشه که ما به حداقل برسونیم میزان آسیب پذیری را. بنابراین این استراتژی یکی از کارهایش و اهداف اساسیش همین است که میزان آسیب پذیری را به حداقل برسونه از حد اکثر و در چارچوب استراتژی ما پلانهای مختلف و مقطعی میسازیم، از جمله پلان خشکسالی سال 97 را شما شاهد بودین که ما مبتنی بر او پلان برای تمامی هموطنان ما که در معرض خشکسالی قرار گرفته بودند و معاشیشان تلف شده بودند رسیدگی کردیم، هم علفه حیوانی توزیع شد و همچنان گندم توزیع شد و بر فصل بارندگی ها سیلاب ها شما شاهد بودین که ما مبتنی بر پلان آمادگی یا مقابله با سیلاب ها عمل کردیم که مبتنی بر او پلان تمامی ولایات کشور را که در معرض سیل قرار گرفتن و به نحو هموطنان ما از اثر سیلاب ها متضرر شده بودند ما کمک رسانی خود انجام دادیم و نقاط را تحکیم کاری کردیم و کار دیگری را که انجام دادیم در خصوص وقایع و کاهش خطرپذیری حوادث است. ما روی اطلس حوادث کار کردیم، یک پروفایل را ساختیم که یعنی به سطح ولسوالی، قریه‌جات و ولایات کشور که در واقع میزان آسیب پذیری هر ولایت را هر ولسوالی را مشخص ساختیم که چه مقدار است و بر پیمانه از او
ما بتانیم برش رسیدگی بکنیم و در واقع مسئولیت ایجاد بکنیم. به همین ترتیب 40 میلیون افغانی را اختصاص دادیم در سال 98 در خصوص پروژه‌های وقایوی ما. آقای عزیزی بسیار کوتاه اشاره کنین چون همکارا میگن فرصت هم اندک است که کمک های اخیر پولش از آدرس خودتان پرداخت میشه یا اینکه حکومت افغانستان از آدرس دیگه شما رو کمک میکنه؟ ببینین ما خب نهادی هستیم که هماهنگ کننده مطابق به قانون مبارزه با حوادث و در کمیسیون جدا از اینکه وزارتخانه عضویت دارن نهادهای حکومتی مؤسسات امدادرسان و املال نیز حضور دارن. همین کمک هایی که شما کتای صحی میبینین کتای آشپزخانه میبینین مثلا مواد غذایی و غیر غذایی میبینین این کمک هایی است که هم شامل بودجه حکومت میشه و هم از مؤسسات امدادرسان بین الملل، بیشترش از مؤسسات امدادرسان بین الملل است. ممنون حضورتان آقای عظیمی. افغانستان دو مسیر جدید برای پروازهای عبوریش گشوده است. اداره هوانوردی ملکی در خبرنامه هدف از ایجاد این دو مسیر را افزایش پروازهای عبوری از فضای کشور گفته است. این دو مسیر تازه که از شرق به غرب کشور گشایش یافته است، فاصله پروازها را کوتاه می سازد و انتظار می رود شرکت‌های هوانوردی فلای دبی، قطر ایرویز و دیگر شرکت‌ها از آن استفاده کنند. بسته ماندن حریم هوایی پاکستان سبب شده است که افغانستان با ایجاد دو مسیر جدید هوایی از طریق راه تاجیکستان به چین و شرق آسیا وصل شود. در ادامه هشدار امریکا به ایران، خویشتنداری را با قاطعیت اشتباه نگیرید. امریکا هشدار می‌دهد که ایران نباید خویشتنداری ایالات متحده را با قاطعیت نداشتن این کشور اشتباه نگیرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری امریکا با هشدار به تهران می‌گوید که اقدام‌های امریکا سبب شده که توانایی ایران برای پشتیبانی از ایران در خاورمیانه متوقف شود. همزمان با این دونالد ترامپ و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره فعالیت اتمی ایران گفتگو کردند. رهبران امریکا و فرانسه در این گفتگو تاکید کردند که همه تلاش خود را برای پیشگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار اتمی به کار ببندند. دادستانی کل ترکیه حکم بازداشت 176 نفر از نیروی نظامی این کشور را به زن ارتباط با فتح‌الله گولن صادر کرد. در خبرنامه دادستانی ترکیه آمده که در میان این بازداشت شدگان افراد بلندپایه نظامی این کشور نیز هستند که دستور بازداشت آنها صادر شده است. از زمان تلاش به کودتا در ترکیه در سال 2015 بیش از 77,000 نفر به زندان محکوم و 150,000 نفر از کارمندان دولت، نظامیان و غیره از کار برکنار شدند. دولت ترکیه بارها از واشنگتن خواسته که فتح‌الله گولن را که در تبعید خود خواسته در امریکا به سر می‌برد به انقره بازگرداند، درخواست که تا اکنون از سوی امریکا رد شده است. خبر و تحلیل از یک همین قصد بود. ممنون از این که با یک استید. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.